سلام به کانال ستوری تایم این فارسی خوش آمدید من آنیتا هستم و هر هفته داستان کوتاهی برای شما عزیزان تعریف میکنم این هفته داستانی از شاهنامه رو داریم اما قبل از شروع داستان اگه تا حالا در کانال ما سابسکرایب نکردین لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید و با ما باشید قصه های شیرین شاهنامه این داستان رزم رستم و عشق بوسه کشانی بازافرین حسین بابانژاد، تصویرگر باروک در زمان پادشاهی کیکاووس باز کینه و دشمنی ایران و توران تازه شده بود. سپاه ایران به خونخواهی از مرگ سیاوش به سوی توران زمین حرکت کرد. به افراسیاب خبر رسید که ایرانیان با سپاهی بزرگ سر مرز توران آماده جنگند. افراسیاب از خاقان چین درخواست یاری کرد. کاموس کشانی که در آنجا حاضر بود گفت در ایران زم... در ایران زمین کسی وجود ندارد که حریف کاموس باشد. پیران فرمانده سپاه توران خوشحال شد و به خاقان و کاموس آفرین گفت. فردی خبر آورد که فرمانده ای با پرچم سیاه پیشاپیش سپاه ایران است که او فریبرز پسر کاووس است. و اگر رستم نباشد از او باکی نیست. صبح فردا لشکر توران در دشت صف کشیده و آماده جنگ شدند. سواری به فریبرز خبر داد که تورانیان آماده جنگ هستند. پهلوانان به فریبرز گفتند تو که فرمانده سپاه هستی کاری بکن تا اینکه رستم با لشکرش سر برسد. سپاه فریبرز به سپاه گیو و توس نزدیک شد. کاموس وقتی به سپاه ایران رسید خندید و گفت این سپاه ایران است؟ آنها هنوز زور بازوی مرا ندیدند. گیف سخنان او را شنید و عصبانی شد و شمشیرش را کشید و به نزدیک کاموس رفت. و سپس او را تیر باران کرد. کاموس سرش را زیر سپر پنهان کرد. آنگاه کاموس با نیزه به گیف حمله کرد و به کمر او ضربه ای زد. گیو با حرکتی ماهرانه از دستش رها شد. توس که مبارزه آن دو را می دید و می دانست که گیف حریف او می شود به یاری او شتافت. آنها با هم مبارزه کردند تا هوا تاریک شد. گیف با توس به سوی کوه و کاموس به سوی دشت رفت. آن شب رستم با لشکرش از زابل به سپاه ایران پیوست. وقتی پهلوانان او را دیدند جان تازه ای گرفتند و گودرز او را در آغوش گرفت و گفت تو امید ایرانیان هستی وقتی که نباشی ما همچون ماهی بدون آب سرگشته هستیم. همه پهلوانان چون گیو، توس، گودرز و غیره اطراف, اطراف رستم را گرفتند و درباره جنگ با هم صحبت کردند و درباره کاموس گفتند که مانند درختی است که همه شاخ و برگش نیزه و خنجر است وقتی که هوا روشن شد هومان با سپاهش وارد دشت شد و به لشکر ایران نگاه کرد و دید خیمه های زیادی برپا شده است پس پیش پیران رفت و گفت دیشب ایرانیان شادی زیادی داشتند باید علتی داشته باشد وقتی صبح به سپاه ایرانیان نگاه کردم متوجه شدم که لشکر آنها اضافه شده و خیمه ای دیدم سبز رنگ که پرچمی با تصویر اجدها داشت و سربازان زابولی اطرافش صف کشیده بودند. من فکر می کنم رستم به یاری آنها آمده است. پیران وقتی این حرفها را شنید گفت اگر رستم به اینجا آمده باشد نه خاقان چین نه کاموس و نه هیچ پهلوانی زنده نمی ماند. پیران با سرعت به نزد کاموس رفت و خبر داد که رستم با سپاهش به سپاه ایران پیوست. کاموس گفت از رستم و سپاه زابلی باکی نیست. برو سپاه را آماده کن. وقتی من اینجا هستم شما از چه می ترسید؟ خاقان در میان سپاه و کاموس سمت راست و پیران سمت چپ سپاه حرکت می کردند. رستم وقتی خاقان را در قلب سپاه دشمن دید، خود در قلب سپاه قرار گرفت و گودرز در سمت راست و فریبرز در سمت چپ سپاه قرار گرفتند. رستم با سپاهش به سوی دشت حرکت کرد. از بین تورانیان پهلوانی که نامش اشکبوس کشانی بود و قرش او مانند صدای تبل بود با فریاد و سر و صدا وارد میدان شد و فریاد زد از لشکر ایران چه کسی برای مبارزه با من به میدان می آید؟ روحان با لباس رزم و کلاه آهنی با سرعت وارد میدان شد تا با عشقبوس مبارزه کند. روهام به طرف اشکبوس تیر پرتاب کرد اما اشکبوس با سپر و لباس فولادین در برابرش ایستاد و آسیبی ندید ناگاه اشکبوس با گرز سنگینی که داشت به روحام حمله کرد. روحام نیز با گرز سنگینی با او مقابله کرد تا هر دو دستانشان خسته شد. اما روحام که خطر شکست را حس کرده بود از, رو از او روی برگرداند و به سوی کوه فرار کرد. توس که همراه رستم به عنوان فرمانده قلب سپاه ایران بود، عصبانی شد و به اسبش تازیانه ای زد تا به سوی عشق بوس برود. رستم از این کار توس عصبانی شد و بر سر او فریاد زد و گفت روحام که مرد جنگ نیست، او مرد بزم و خوشگذرانی هاست. اگر دیدی از میدان جنگ گریخت چیز عجیبی نیست، تو ناراحت نشو. اکنون فرماندهی میان سپاه را ترک نکن و نظم سپاه را حفظ کن تا من به میدان جنگ بروم و با اشک بوس مبارزه کنم. رستم کمانش را آماده کرد و چند تیر بر سر تیرکش خود گذاشت و سوی میدان جنگ حرکت کرد و فریاد زد ای مرد جنگجو همرزم و حریفت آمد از جای خودت تکان نخور بوس در حالی که تعجب کرد خندید و اسبش را متوقف کرد و در حالی که می خندید گفت نام تو چیست و بعد از مرگت چه کسی برایت گریه می کند؟ رستم خندید و گفت تو چرا اسم مرا می در حالی که به زودی از دنیا خواهی رفت؟ مادرم اسم مرا مرگ تو گذاشت و روزگار مرا آفرید تا تو به دست من کشته شوی. اشکبوس با تعجب نگاهش کرد و گفت تو بدون اسب به میدان آمدی و میخواهی مرا بکشی بدان که در یک لحظه تو را از بین میبرم رستم گفت ای کسی که حرفهای بیهوده میزنی آیا در شهر شما شیر و نهنگ و پلنگ سواره به جنگ میروند اکنون پیاده جنگیدن را به تو آموزش میدهم و بدان من به خاطر این پیاده به جنگ آمدم چون توس فرمانده سپاه مرا فرستاد تا تو را از بین ببرم و با اسب تو سواره به سپاهم برگردم. آن وقت تو مثل من پیاده می و سپاه به تو می خندد و بدان من با پای پیاده بهتر از 500 نفر چون تو که سواره باشند می جنگم. گفت تو با خودت سلاح جنگی نیاورده ای فقط ایستاده یا ای حرفهای خنددار میزنی. رستم گفت این تیر و کمان مرا ببین که به زودی زندگی تو را به پایان میرساند. رستم وقتی دید که عشق بوس به اسبش مینازد تیری به سوی اسب او پرتاب کرد که به پهلوی اسب خورد و اسب با سر به زمین افتاد. سپس رستم خندید و گفت اکنون بنشین کنار دوست با ارزش خودت و سرش را در آغوش بگیر و برایش غم بخور تا چند دقیقه از جنگ با من آسایش بگیری. اشک بوس در حالی که عصبانی و ناراحت بود و میلرزید تیر و کمان را به دست گرفت و مانند باران به سوی رستم تیراندازی کرد. رستم گفت دست و بازوهای خود را خسته نکن. چون بدنت میلرزد تیرهایت به هدف نمیخورد سرانجام رستم تیری که نوکش مانند الماس تیز و برنده بود و ته آن چهار پر عقاب داشت را از کمربندش بیرون کشید و در کمان گذاشت و دست چپ را ستون و دست راست را خم کرد و زه کمان را چنان کشید که ته تیر تا گوش رستم رسید آنگاه تیر را رها کرد که بر سینه اشکبوز خورد و از مهره های پشتش بیرون رفت. اشکبوز در همان لحظه جان داد. دو سپاه آن مبارزه را نگاه می کردند. کاموس کشانی و خاقان چین از نیرو و قدرت رستم تعجب کردند. وقتی رستم به سوی لشکرش رفت، خاقان به یک نفر دستور داد، تا آن تیر را از بدن عشق بوست بیرون کشید. سپاه توران وقتی آن تیر را دیدند، همه فکر کردند آن تیر نیزه است. وقتی خاقان آن تیر را نگاه کرد، به پیران گفت این مرد که در سپاه ایران است چه نام دارد؟ تو می گفتی همه ضعیف و ناتوان هستند. اکنون می بینم که تیرش به اندازه نیزه است. ایران گفت اگر رستم نباشد من از گرگین و بیژن و دیگر پهلوانان ایران باکی ندارم. صبح روز بعد که دو لشکر در مقابل هم سفارایی کردند کاموس وارد میدان شد و گفت آن پهلوان که پای پیاده می جنگت کجاست؟ در این هنگام الوای که نیزدار رستم در جنگ ها بود پیش آمد و با کاموس درگیر شد. در این هنگام کاموس به آسانی او را از بین برد. رستم وقتی این صحنه را دید بسیار ناراحت شد و به سوی کاموس حرکت کرد. وقتی با هم درگیر شدند کاموس با چالاکی شمشیری به سویش کشید که سر رستم را نشانه گرفت. اما شمشیر به ذره رخش برخورد کرد. رستم سری کمندش را حلقه کرد و به سوی کاموس انداخت. که کمر کابوس در کمند رستم گرفتار آمد و رخش چون عقابی به دورش حرکت کرد تا کمند خوب بدنش را حلقوار ببندد رستم او را بست و به سوی سپاه ایران برد و او را در برابر پهلوانان انداخت و گفت او میخواست ایران و ایرانیان را از بین ببرد هر چه سزای اوست انجام دهید سربازان ایرانی با شمشیر او را از بین بردند یک بار دیگر رستم پهلوان نامدار جهان ایران و ایرانی را در جهان سربلند و پیروز گرداند. ممنون که با من و داستان این هفته هم همراه شدید. داستان های ما رو میتونید از طریق پادکست ستوری تایم این فارسی هم بشنوید. همچنین میتونید از طریق صفحه فیسبوک ستوری تایم این فارسی یا صفحه اینستاگرام استوری تام این فارسی با ما در ارتباط باشید تا روز دیگر و داستانی دیگر بدرود